به نام خدا گلواجه های سلام و سلامتی را تقدیم همه شما بیننده های عزیز میکنم، به خصوص شما هموطنان عزیزم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ جور و سردمن هستین؟ اله شکر خدا کنه که در هر جایی که هستین و بیننده برنامه روشنا هستین سلامت و جور و سردمن باشین. خب عزیزان بیننده، همراه شما عزیزان هستین با برنامه روشنا و با موضوعات مختلفی که هر روز تقدیم شما عزیزان میشن. بازم میخوایم خدمت شما عزیزان بیان کنم و بگویم که مثبت 964 780 255 413 نمبر واتساپی ما هست. امیدوار هستم که با ما در ارتباط باشین. سوالات، انتقادات، پیشنهادات، هر گپی که داریم میتونین از این طریق با ما در ارتباط باشین. خواهر خوب خانم سجادی در استودیو هستن. سلام علیکم میکنیم خدمتشان و گفتگو را همراهشان آغاز میکنیم. سلام خانم سجادی. من سلام عرض میکنم به شما خانم ظهوری عزیز و بینندگان عزیزی که از سابق همراه ما بودن و کسایی که نو به جمع ما پیوستن، برایشون خوش آمدید میگیم. انشالله که یک شنبه خوب و خوشی را آغاز کرده باشین و همگی خانواده ها در کنار فامیل و عزیزانشان در صحت و سلامتی و عافیت و تندرستی باشن انشاءالله. انشاءالله، الهی آمین. خانم سجادی، زمانه قدیم که بود یادتان هست یک حکایتی که بود میگفتن که بر هر نفسی دو شکری واجب. نه حالا ما آخرش هم میگم، ولی حالا وقتی فکر میکنیم میگیم که دو شکری واجب نیست، در هر نفس یال هزاران شکر واجب است. بله بله، از بسته که سخت شده زندگی ها، مشکلات و به خصوصی مرض کرونایی که آمده و همه مصاب میشنده، او واقعا در هر نفسی هزاران شکر واجب است. بله بله، واقعا دو تا نعمتی که ما باید قدر بدانیم سلامتی و امنیت هستش. بله. و ای که هزاران مشکل در زندگی ها هست، ما شک نداریم که این مشکلات خب یکی از امتحان های ما، یکی از راه‌هایی که خداوند برای ما اجر و ثواب می‌خواهد بدهد. بله، یعنی ما ثواب بله. بر این که مصیبت‌هایی که ما می‌بینیم چطوری صبوری می‌کنیم و چگونه مقابله می‌کنیم با اینها. دقیقاً. و در کنارش توجه داشته باشیم که ما خداوند نعمت سلامتی رو هم بر ما داده و ما باید هزاران شکر کنیم که خدا بر ما سلامتی دادی. حال شرایط موجود انشاءالله که به عافیت بگذره بر همه بله. عزیزان. ما همیشه برای بیننده های عزیز ما گفتیم که یادتان باشد در سختی ها، در مشکلات که وجود داره، بالاخره از زندگی ها در سختی ها و مشکلات هست، بیاییم توکل بر خدا رو فراموش نکنیم. از لحظه لحظه زندگیتان توکل داشته باشیم به خدا و مطمئن باشیم که 100% خداوند همراه ما هست. خداوند میتونه ما را در پناه خودش حفظ کنه. خب اما موضوع برنامه روشنا امروز چی هست؟ ما در برنامه قبل اگر یاد شما عزیزان باشه در رابطه با آزادی عمل نسبت به اطفال و کودکان شما عزیزان صحبت های کردیم و حالا میخواییم بیایم بگیم که اگر این محدودیت ها و سهل انگاری ها و آزاد ماندن اطفال و کودکان ما اگر که محدود باشه یا آزادی داشته باشه، اثرات او چی میتونه باشه در زندگی آنها؟ پس شما والدین عزیز، پدرها و مادرهای عزیز و مهربانه که کودکان دلبند خودشان را دوست دارن و علاقه مند هستن که آینده خوب داشته باشن، حتما امروز بیننده برنامه هستن. خانم سجادی، یک مقدمه از برنامه قبل بگوین برای ما. تشکر از مقدماتی که شما ذکر کردید. بله، بینندگانی که همراه ما بودن از جلسه گذشته، ما جلسه گذشته راجع به مبحث آزاد گذاشتن کودکان مخصوصا اطفال زیر 7 سال صحبت کردیم و تأثیر تربیتی آزاد گذاشتن اونها صحبت کردیم. صحبت کردیم که نسبت به جایگاه آزادی در نظام آفرینشی موجودات و مخصوصا انسان که به عنوان اشرف مخلوقات و یا خلیفت اللهی یاد شده، دو تا ویژگی متمایز از بقیه موجودات هستش که انسان رو خلیفت الله یا اشرف مخلوقات نامیدن. بله. یک ویژگی اختیار و اراده و آزادی اونها هست در عملهای و تصمیمهایی که انجام میدن. بله. که گفتیم رسولان الهی هر کدامشان که مبعوث شدند بنا به ویژگی آزادی و اختیار انسانها بود که اونها انتخاب کردند که مسلمان باشند یا کافر باشند. بله. اما
شاکرن اما کفورا، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما برشون راه های هدایت رو نشون دادیم، خواستن که سپاسگزار باشن، انا سپاس. و این ویژگی آزادی انسان ها هست که ارزشمند میکنه انتخاب هایشون رو، اینکه در چه راهی قرار میگیرن. درست. و یکی از ویژگی های دیگه که انسان رو متمایز کرده از دیگر موجودات، بحث تعقل و اندیشه ورزیشان بود. در جلسه گذشته ما گفتیم وقتی اولیای الهی به عنوان راهنمایان تربیتی هستند، راه رو نشون میدن، چارچوب رو نشون میدن و انسان ها خودشون انتخابگر هستند. والدین هم به عنوان کسانی که امر تعلیم و تربیت فرزندان عطیه های الهی دستشون هست، اینها باید در مقابل آزادی فرزندشون چگونه عمل کنند؟ آیا کاملا اینها رو در آزادیشون رها کنند یا یه محدودیت های سر راهشان قرار بده؟ درست. صحبت کردیم که آزاد گذاشتن اطفال هنر خاص خودشه میخواد، حوصله خاص خودشه میخواد، مخصوصا که سبک زندگی جدید یک شرایط ایجاب میکنه که راحت نیست آزاد بگذاریم کودکان را در کارهایشان. روی صحبت ما روی اطفال زیر 7 سال هست مخصوصا. درست. چرا که اطفال زیر 7 سال نسبت به کسانی که از 7 سال گذر کردند یک تواناییشون بیشتر توی درک حواس هستش. خوب. یعنی حس بویایی، بینایی، چشایی، لامسه، همون حواس پنجگانه؟ حواس پنجگانه شون. حالا حس بیناییشون که تا 1 سال حالا تکمیل میشه، ولی تمام حواس اینها بیشتر فعال هست. یعنی ما اگه بخوایم برایشون استدلال کنیم اینها متوجه نمیشن، چون درست. تفکر اینها هنوز فعال نشده. تفکرشون از 7 سال به بعد هستش که تفکرشون فعال تر هست، فعال میشه و کامل میشه. بله، برایشون استدلال میکنیم. پس زیر 7 سال چیزی که اینها باش بیشتر در تعامل هستن و از طریق اون زندگی احساس میکنن، شخصیتشون شکل میگیره، همین قدرت آزاد گذاشتنشون هستش. که در جلسه گذشته ما تشبیهی کردیم، به تشبیه به زمین زراعی کردیم که اگر در زیر 7 سال اطفال رو ما توجه ویژه داشته باشیم که جلوه رفتاری ما زیر 7 سال نوع خاص خودش هست، اگر ما متناسب با سن اونها برخورد کنیم، بنای شخصیت اونها از 7 سال به بعد بسیار مستحکم هستش. درست. بسیار ریشه های مشکلات تربیتی نوجوان ما برمیگرده به زیر 7 سال. دقیقا همونطور است. بله بله. اینکه چگونه تعامل کردیم. همون که پس دیگه که خشت اول نهد معمار کرد، تا سرعی رود دیوار کرد. اگر از همون خشت ها را از اول درست چینده شود، یا دقیقا مثل تربیت اطفال، بله. اگر از همون اول همه چیز درست سنجیده شود و معلوم باشه، دیگه در پله های بالا هیچ مشکل نمیبینن والدین ما. اگر زمین زراعی زمین خوبی باشه، خاکش و شرایطی که برای یک گیاه خوب باشه، ما زمین زراعی یعنی زیر 7 سال رو ما خوب بچینیم، بعد از 7 سال او محصول ما یک ثمر خوبی میده انشاءالله. یعنی حداقل زمینه هایی که یک میوه خوبی رو بر ما حاصل بده خیلی بیشتر هستش. خب ما صحبت کردیم راجع به مبحث آزادی و اهمیت آزادی بر اطفال ما. بله. و گفتیم حال که اگر ما بخوایم آزادی رو به عنوان یکی از معیارهای اصلی تربیت فرزند زیر 7 سال در نظر بگیریم، خب یگان وقت میشه که این طفل ما کارهای بسیار خطرناکی انجام میده، کارهای نسنجیده که برای او سنجیدگی معلوم دار نیست، اما برای جسم و جانش خطرناکه. درست. دو تا حیطه کارهای خطرناک و کارهای زشت جاهایی هست که ما باید ممنوع کنیم که طفل ما به او کارها نزدیک شود. درست. یعنی او آزادی که بر از او میمانیم در یک چوکات و در یک حد و حدود مشخص بله. باشه. یک جای خط قرمز های هستش، جایی که کارهای زشت انجام میده، زشت به لحاظ ای که برای طفل ما زشت هست، نه بر ای که بر خود ما کلانترها زشت باشه. برای طفل زشتی است که کلمه رکیک و ناپسند استفاده میکنه، ممکنه دندان بگیره، ولی برای طفل بازی کردن با غذا زشت نیست، بلکه برایش یک لذت و یک تجربه هستش. درست. دوم جایی که گفتیم
محدود باید بکنیم آزادیشان را، کار خطرناک هستش. خطرناک یا بر جسمشان یا بر روحشان هست. بر جسمشان چه وقت خطرناکه؟ یه وقت چاقوی تیزی میبینیم که اونجا قرار داره و طفل ما در حال نزدیک شدن به اون چاقوی تیز هست. درست. یا یک آتشی هست، طفل ما داره نزدیک میشه. پس ما اونجا باید شیوه خاص خودمون رو بر محدود کردن طفل ما اعمال کنیم. درست. یه جای دیگه هم هست که کار خطرناک برای روح طفل ما هست. یعنی ذهن و روان طفل ما با دیدن اون چیز، انجام دادن اون چیز، اذیت و آزار میبینه. درست. مثل برنامه های تلویزیونی که گفتیم، بله، که مناسب سن اطفال نیست، کارهای خشونت آمیز انجام میدن. دقیقاً. و در جمع خانواده همه یک جای او رو میبینن. بله. ولی خب متوجه طفل خودشان نیستن. بله، دقیقاً همین قسم هستش. حالا ما میخواییم ببینیم که این آزاد گذاشتن اطفال چه اثراتی بر طفل ما داره، یا اینکه محدود کردن اطفال ما درست. چه اثراتی بر جسم و جان و روح اطفال ما داره. فوایدش گفتیم تقریبا یه در برنامه‌های قبل. دو سه مورد گفتیم، انشالله این جلسه دو سه مورد دیگه هم ذکر خواهیم کرد. پس ما اثرات، یعنی مضرات و فواید، بله، آزاد ماندن اطفال ما را بیان می‌کنیم. بله، دقیقا همین قسم. یکی که صحبت کردیم درباره این که اگر که ما آزاد بگذاریم اطفالمون رو نسبت به جاهایی که حقش هست، یک نیاز طبیعی اون هست و زیاده خواهی نیست بر اطفالمان، این که یک رابطه عاطفی خوب بین والدین و فرزند ها ایجاد میشه. بله. و به تبع او تبعیت و دستورپذیری اطفال ما، جاهایی که ما ممنوعش میخوایم بکنیم تو کارهای خطرناک و زشت، تبعیت و دستورپذیریش بیشتر میشه. میگه وقتی مادر من، پدر من، من میخوایم مثلا بازی کنم همراه غذا، یا من میخوایم خودم تکمای لباس من بسته کنم، بله، اینجا برای من ممنوعیت ایجاد نمیکنه. وقتی مادر و پدر میگه نه با او چاقوی تیز دست نزن، اونجا حتما حرف شنوی داره. درست. دیگه اصلا یعنی یک اعتماد بین والدین و کودکان ایجاد شوه. بله. بفهمه که این مادر من مثلا در بسیار جاهایی که به فایده ماست و ما مثلا آزادی میته، بله، ولی بعض جایی که مثلا به ضرر ما هست محدودیت میکنن. بله. این قسمی که کامل ما برشان بگیم نه نه، خب هم اقتدار و ابهت والدین هم میره زیر سوال. تو وقتی که زیاد بگی نه نه، درست، در جاهایی که حقش هست و در جاهایی که حقش نیست، در کل جاها بگی، اون جایگاه پدر و مادر دیگه جایگاه خودش نمیمانه، چون طفل یک جایی سرپیچی میکنه. بله. پس خوب جاهایی که حقش هست، نیازش هست، با تدبیرمون او آزادی رو برشون ایجاد کنیم تا جاهایی که واجب هست حرف ما رو گوش بدن. یعنی والدین بعضی وقتا مثلا به خاطر که خودشان در عذاب نباشن، در سختی نباشن، بله، محدود میکنن طفل خدا. بله. مثلا میگن که من اگر ایرا اینالی آزاد بانم، امکان داره که یک ریخت و پاش داخل خانه ایجاد، بله، کنه، یک کار شوه که بعدها مثلا مادر بعد او رو جمع آوری کنه، پاککاری کنه. از این خاطر، بله، میگه که من مثلا حوصله ندارم، از امیال محدود میکنه طفل. بله. حال ما انشالله صحبت خواهیم کرد که هنر آزاد گذاشتن چه قسم است. ای که خب شما خانم سجاده میگه که خوی روخت پاش کنه، غذا هر رقم که خوش داره سر دسترخوان بشینه، یا ای که کل دیوارا رو خط خطی میکنه، نشریات همه رو میگیره پارا پارا میکنه. خب این قسم که تربیه نشد بی‌تربیه میشه. ما در قسمت هنر آزاد گذاشتن انشالله صحبت خواهیم کرد. پس یک اثرش اینه که رابطه عاطفی والدین با فرزندان یک رابطه سالم ایجاد میشه، تبعیت و دستورپذیری اولادای ما به اندازه میشه، جایی که باید حرف میشنون. دیگه اثری که میتونه آزاد گذاشتن به جا به فرزندان بر فرزند ما داشته باشه، ای که آرامش بر فرزند ما ایجاد میکنه. ما آرامشی که خداوند بر ما عطا کرده، ای که ما در سوره نبأ آیه ای داریم که وقت شب رو مایه آرامش شما قرار دادیم و خواب رو هم مایه آرامش شما، بله، قرار دادیم. بله. خب یکی از نعمتهایی است که خداوند بر ما عطا کرده. بله. اطفال ما هم پر از انرژی هستند، پر از هیجانات هستند. وقتی که اینها این هیجانات و انرژیشون
تخلیه بشه، اینا به ظاهر ما بهش میگیم خسته شدند. وقتی که اینا خسته بشن یک خواب صحیح و خواب درستی میرند و همون آرامشی که میگن، بله، به یک آرامش مقطعی میرسند. در طول روز میبینه که خب امروز چه خوشخوی است، امروز خوابش خوب بوده، چرا امروز بچه بدخویه؟ چرا؟ چون که امروز این هنوز انرژی خودش تخلیه نشده و این روی اعصابش تاثیر میگذاره، چون این هیجاناتش باید تخلیه شوه. مثل غذایی که در بدن ما مصرفش میکنیم، خون رسانی میکنه در اعضای بدن ما، این تخلیه انرژی هم برای شادابی و نشاط اطفال ما ضروری هست. خیلی ضروره، بله. پس یک آرامش مقطعی و یک آرامش دائمی برای اطفال ما ایجاد میکنه. آرامش دائمی چه رقم میشه؟ ببینید، خدا پر از انرژی های بسیار زیادی برای همه ما عطا کرده. وقتی که ما زیر 7 سال باشیم، اگر این انرژی های ما در همون وقتی که خداوند مقرر کرده که کلی انرژی ها تخلیه شوه، وقتی که بعد از 7 سال میشه، کم کم بچه که آرام میشه. البته نباید انتظار داشته باشیم که حتما بعد از 7 سالگی یک دفعه که این بچه آرام میشوه، دخترک آرام میشوه، بلکه خب در سن نوجوانی و در سن جوانی هم جست و خیز و شادابی و تحرک اطفال، نوجوانان و جوانان ما هست. اما اگر تاریخ مصرفی که مقرر شده که اکثر انرژی های ما زیر 7 سال اگر تخلیه شوه، بعد از او میبینیم شاهد یک طفل آرام، یک طفلی که رفتارهای سنجیده انجام میده و عقده ها و نیازهایی که قبلا باید اونها برآورده میشده در سن خاص خودش در واقع تامین میشده. درست. و به صورت عقده دیگه خدا نشان نمیده. بله. به خصوص در دوره نوجوانی. بله. که بحرانی ترین هست. بله. ما صحبت خواهیم کرد که محدودیت های بیجا اثرات خودش داره. حالا ما به یکی دو مورد از اثرات مثبت آزادی ها میپردازیم و بعد انشاءالله در مورد محدودیت های بیجا صحبت میکنیم. ببینید، وقتی که طفل در سن 3 یا 4 سالگی میتونه بوتای خودش رو به پای خود کنه، وقتی میتونه دکمه خود بسته کنه، حال ممکنه که دکمه رو بالا یا پایین بسته کنه. وقتی مادرش به بهانه ای که تو دسترخوان کثیف میکنی، کالایت کثیف میکنی، میگه من برات غذا میدم، وقتی طفل 4 ساله که خودش میتونه قاشق به دست بگیره و غذا بخوره، یه همراه دست خودش غذا بخوره، حال ممکنه کمی طول بکشه. وقتی ای تو برخورد ها میشه، طفل احساس ناتوانی برش دست میده، همین زیر 7 سال. درست. نسبت به کارهایی که میتونه انجام بده و این جرأت و جسارت خودش رو بعدن در سن نوجوانی نشون میده. در اتاق مشاوره میاین، بله، مادر یا پدر میگه که این نوجوان ما کورس زبان انگلیسی میفرستم یا سر صنف میخوام بگم که تو برو سر صنف، میگه من نمیتونم، یک نفر همراه من باشه. هست طور، یا به خصوص در شروعی که بخواین مکتب مثلا ثبت نام کنن، بله، میبینی که او طفل چی حال میکنه، گریه میکنه، توانایی جدا شدن از مادر و والدین خود نداره. بله، گرچه یک مقدارش طبیعی است، چون که وارد یک فضای عاطفی جدیدی میشه. طفلی که 6-7 سال در فضای خانواده بوده، 2 نفر کسی که بیشترین محبت میکردن در ارتباط با او بودن، و وقتی وارد مکتب و صنف میشه، میبینه که خب یک کم بیتابی شاید عادی باشه، ولی بیشتر از او این نشان از این که یک دلبستگی ناایمنی داشته. بله. ما آدم، پس روانشناسی میگیم که نوع تعاملات و رفتار ما، درست، یک احساس دلبستگی ایمن یا ایمنی رو برای اطفال ما ایجاد میکنه و بعداً تظاهرش در سنین بزرگسالی و نوجوانی نشان میده که نوع تعامل ای کودک در سنین کودکی ای رقم بوده و بعدن احساس میکنه در جامعه دیگران هم ای را ترد میکنند، ای را تهدید میکنند و هزاران مشکلات دیگه که برشان ایجاد میشه. یک میان برنامه آماده نشر است که تقدیم عزیزان بیننده کنیم و بعد از میان برنامه همچنان بیننده برنامه روشنا باشیم. یا
عن علی ابن الحسین علیه السلام رحم الله العباس فلقد آثر و ابلا و فدی اخاه بنفسه حتی قطعت یدا و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتا یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیامه. خداوند رحمت کند ابوالفضل العباس را که بی تردید جانبازی کرد و خود را فدای برادر کرد تا دو دستش قطع شد. برای عباس نزد خدای تبارک و تعالی مقامی است که در قیامت همه شهدا و اولین و آخرین بدان رشک می برند. خب بازم خوش آمدید میگم به یک یک شما عزیزانه که همیشه و همیشه همراه برنامه روشنا هستین. میفهمم که برنامه ریزی کردین، تایم برنامه ما را در ذهن دارین، ساعت 11 وجب به وقت کابل بیننده برنامه باشین که به حال تقدیم شما عزیزان میشه، به خصوص شما والدین عزیزی که آینده فرزندانتان بسیار براتان اهمیت داره. میفهمم که همه شما والدین عزیز، پدرها و مادرها برای آینده اطفال و کودکانتان زیاد فکر میکنین، زیاد تلاش میکنین و زیاد کوشش میکنین. آینده اولادای شما عزیزان تنها صرف به خورد و خوراک و پوشاک نیست، بسیار از مسائل های دیگه ای که از برنامه روشنا تقدیم شما عزیزان میشه، همه این موضوعات میتونه بسیار اهمیت داشته باشه. پس حتما بیننده برنامه باشین و تا آخرین لحظات ما را همراهی کنین و همچنان اگر سوالاتی هم داشتین حتما از طریق نمبرهای تماسی که اعلان کردیم براتون میتونین پرسان کنین و گفتگو کنین. خب خانم سجادی، در رابطه با محدودیت ای که خب ما اگر آزادی میمانیم در این چوکات هست و ای آثار داره، ولی اگر بیایم محدودیت ایجاد کنیم بر فرزندان ما، بیایم یک سختگیری های بیش از حد داشته باشیم، چی آثار میتونه داشته باشه؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام عرض میکنم به شما و بینندگان عزیز. ما اثرات آزاد گذاشتن نسبت به که ایجاد رابطه عاطفی، کمک به استقلال کودک، تبعیت و دستورپذیری و بسیار عوامل دیگه مثل حس کنجکاوی کودکان برآورده میشه. اینها از اثرات آزاد گذاشتن به جای کودکان بود. اما محدود کردن کودکان در چوکاتی که باید اینها آزاد باشن چه تأثیرات منفی میتونه داشته باشه؟ ببینید، وقتی که کودک ما آزادی های انرژی های نهفته درونیش به شیوه صحیح تخلیه میشه، به یک آرامش روانی گفتیم میرسه، یکیش ایجاد آرامش بود. اما اگر که این انرژی های نهفته کودک ما به شیوه درست تخلیه نشه، یه فردا روز به صورت عقده هایی و به صورت شرارت هایی تظاهر پیدا میکنه. ببینید، بعضی خانواده احساس میکنن که اگر طفل ما جست و خیزی، اگر تحرکی نداشته باشند یا آرام باشند، این نشان از سلامت روانشان هست. یا میگن یک تربیت خوب است، چه خوب تربیت. با تربیت است که بچه که از جای خود نمیخیزه. بله، این تو تعبیر میکنن، در حالی که تعبیر نابجای هست. وقتی که طفل در سنین زیر 7 سال یه تحرک و شادابی و نشاط معمولی که باید طفل داشته باشه و کودکانه باشه نداشته باشه، این بعداً به صورت رفتارهای پرخطر در جامعه میبینیم. میبینیم که نوجوانی هستش که تایر ماشین ها رو میبینیم که پنچر میکنه، یا میبینیم که در سر صنف یک رفتارهای پرخطر میکنه که حتی برای همسنفیای خودش و برای همسنسالهای خودش بدآموزی هایی داره. چرا؟ چون اون انرژی هایی که باید در زمان خودش تخلیه نشده و بعداً به صورت شرارت ها خودشون رو نشون میده. امام موسی کاظم علیه السلام هم روایتی داریم که ایشان میفهمن که طفل شایسته است که در همین سن زیر 7 سال اون شادابی و نشاط خودش رو داشته باشه و شایسته نیست که در سن طفولیت و خردسالی غیر از اون حالت شادابی و نشاط رو داشته باشه. خب سجادی، گاهی وقتا در محیط خانواده
والدین مثلا اوشادابی را ندارن، تحمل ندارن، خب زیر فشارهای مشکلات همه مسائل داخلی افغانستان ما را که میفهمیم که چی حال است، نه؟ بله. والدین خودشان یکمه که در سختی استن هر لحاظ و توانایی و او استقامت گذشت صبرشان بسیار کم شدنی، این چقدر میتونه تاثیر داشته باشه روی اولادان؟ مخصوصا در شرایط امروز کشور عزیز ما و روزهایی که بر ملت شریف ما میگذرد. بله. که ما دعاگو هستیم برای سلامتی و امنیت و آرامش خاطر همه فامیل های محترم. بله. که در کشور ما زندگی میکنه، انشاءالله که روزهای سخت سپری خواهد. بله. شد. بله. ولی این را در نظر داشته باشیم دیگه که این روزها با تمام کم و کیفش یک روزهایی است که انشاءالله خواهد گذاشتن. بله. و ما با مهارت های خاص خودمان، با مهارت هایی که میتونیم داشته باشیم در تعامل با همسرمان، در تعامل با فرزندانمان، میتونیم که از استراب ها و تنش هایی که در فضای خانه میتونه ایجاد بشه به دور باشیم. درست. و خب گاهی وقتا هست که مثلا نالا والدین طبق مشکلاتی که دارن، مثلا طبق سختی هایی که دارن، میتونن به این طریق او گذشت، او فداکاری ها و او ایثاری که همیشه والدین عزیز ما داشتن بازم داشته باشن نسبت به فرزندانشان. بله. که درک کنن اونها را که اونا چی گناه کردن در این شرایط. بله. بله. مطمئنم که والدین قدر دلسوز هستن، قدر مهربان هستن، قدر از خود گذشتگی دارن که به خاطر سختی ها و مشکلاتی که وجود داره حاله او را دیگه سر اطفال خودشان دیگه به حال تخلیه نمیکنن و کوشش میکنن که تا حد امکان اونا را در همون فضای کودکانه که دارن حفظ. بله. کنن و همون محیط خوب کودکانه را برایشان در داخل خانه ایجاد کنن. بله. تا که انشالله بتونن به امید خدا یک فرزندانی که اما قسم که میخواین و اما قسم بار بیاین و تب دلشان باشه. بله انشالله که همینطور هست. خانواده های عزیز در این شرایط انشالله که خداوند بر همه ما انشاءالله امنیت و آرامش عطا کنه و ما هم به عنوان کسایی که اطفال ما رو نماینده خدا میبینند. بله. وقتی که ما تعاملمون با اطفالمون به شیوه صحیح باشه، تصویر زیبایی از خدا بر ذهنشون ایجاد میشه. خیلی زیباسی حرف. بله. بله. و اینکه روزی ده اطفال خدا هستن و خداوند روزی اونها رو از طریق پدر و مادر عطا میکنه و مهر و محبت خدایی رو در دل پدر و مادرها قرار داده و پدر و مادرهای عزیز هم انشالله در شرایط اکنون کشورمان سعی کنیم که این تنش ها و استراب ها رو به فرزندانمان که اونها اطفال پاکی هستند. بله، درک. بله. صحیح و کاملی از جنگ و از نارامی های الان نارامی ندارن. بله. سعی کنیم ایشالا ما مدیریت کنیم رفتارمون با فرزندانمون. پس یکی از این اثرهای نابجای محدود کردن شرارت هستش. یکی از اثرهای نابجای محدود کردن افسردگی است. بله. وقتی که پدر مادر میبینه که طفل داره هم روی بوتای خودش بازی میکنه، داره دکمه خودش بالا پایین میبنده، وقتی برش میگه نکن، تو نمیتونی، احساس ناتوانی، همونطور که گفتیم استقلالشون گرفته میشه، احساس یأس و ناامیدی و ناتوانی میکنه و دوست نداره در جمع ها حضور پیدا کنه. درست. و این گسترش ممکنه بعضن از فضای خانواده فراتر بره و اینکه در جمع‌های خویشاوندی هم این طفل احساس انزوا، احساس افسردگی ظهور پیدا کنه. بله. و حتی در درون مکتب. درون مکتب. خودشان. بله. نشان بده. پس یک اثر نابجا ایجاد افسردگی. یک اثر نابجای دیگرش ترس ایجاد شدن بر اطفال هست. طفل داره همراه ظرفا بازی میکنه در مابین آشپزخانه. ممکنه حال هر ظرفی باشه، ظرف پلاستیکی باشه، ظرف شیشه‌ای باشه، بلور باشه. بله. یا امروی دسترخوان داره نقاشی میکشه. ممکنه، گرچه ما هنر آزاد کردن رو میگیم انشالله، و پدر مادر سرش قال مقال میکنه نکو. و این طفل وقتی که میدونه پدر و مادرش چنین برخوردی داره همراهش، وقتی که دارن یک سری از بازی هایی که به نظر او خیلی شیرین هست داره تجربه میکنه. بله. یک استراب و ترس عجیبی را
فرا میگیره و یه استراب و ترس خب اثر روحی روانی بسیار خطرناک بر ذهن و روان ای طفل ما ایجاد میکنه و بعد به تبع استراب و ترس ممکنه طفل ما حتی گاهن مخفی کاری کنه، میگه خب مادر ملان در وقت خوابش هست، من سریع برم به سمت آشپزخانه و همون چیزایی که او را نهی کردن به دست بیارم، آره الماری ظرفا را من پایین کنم و هرچی که دلم میخواه انجام بدم. و در حالت مخفی کاری خب ممکنه که آسیب های هم جسمیش خطرناکتر باشه و هم آسیب های روانیش بیشتر باشه. چرا؟ چون وقتی که میبینه مادرش خوابه میره سمت الماری ظرفای آشپزخانه، درست، یا چاقوی تیز ممکنه دست بزنه، هر گپ دیگه، بله، و هر وسیله دیگری. و این اینجاست که ما دور از نگاه ما هست و ما کنترلی نداریم رو رفتارهای ای و امکان این که آسیب به خودش برسانه و به تبعش هم گفتیم که آسیب روانیش بیشتره، چون هر لحظه نگرانیه که الان مادرش سر برسه و ایره توبیخ و دعوا بکنه. خب حالا ما صحبت کردیم درباره این که چه اثراتی داره آزاد گذاشتن بجا، چه اثراتی داره محدود کردن بجا در جایی که باید محدود در واقع پس نکنیم و حدودش رو میکنیم، چه اثراتی میگذاره. پس محدودیت هم یکی بجا هست، بله، و یکی درست و صحیح، بله، که گفتیم قبلا در قسمت کارهای زشت و کارهای خطرناک. درست. حالا ما توی قسمتی که محدودیت بجا بود، ما اینجا اثر محدودیت بیجا رو صحبت کردیم، بله، که به تبعش افسردگی، ترس، شرارت، مخفی کاری، دروغ گفتن، اینها به دنبالش میامد. حالا خانم سجادی شما گفتید که در قسمت کارهای زشت و خطرناک اینها رو ما محدودشون کنیم. به چه قسم ما محدود کنیم؟ وقتی که داره به سمت چاقو میره یا وقتی که داره یه کار زشتی رو انجام میده، مثلا داره حرف زشت رو میزنه، درست، ما از چه هنری استفاده کنیم؟ بله، ببینید یکی از راهکارهایی که ما موقعی که داره کار خطرناکی رو انجام میده، یا اینکه پیشگیری کنیم یا اینکه قبل از اینکه بعد از اینکه انجام داد در حال انجامش بود ما دورش کنیم. در هر کدوم اینا 5 مرحله هست. در مرحله پیشگیری ما به چه قسم پیشگیری کنیم؟ ببین اول در دسترس اطفالمون قرار ندیم اون وسایل، از ما اول مراقب باشیم، بله، که نباشد در دسترس، مثلا اینکه اون چاقو یا مثلا اینکه اجاق گاز میخوایم روشن کنیم، صندلی کودک ما نزدیک به اجاق گاز نباشه، یا هر چیز دیگه ای که خطرناک است بر طفل ما نزدیکش نکنیم. مثلا اگر که این کودک ما الگو برداری میکنه از برنامه تلویزیونی، وقتی که ما داریم نگاه میکنیم برنامه تلویزیونی همراه پدر، مادر، همسر یا فرزند، این طفل ما هم احساس میکنه این تلویزیون معصوم است، این تلویزیون پاک است و در اون برنامه داره یه برنامه نشان میده که سرقت هستش و رفتارهای خشونت آمیز هست. خب ما چه لزومی داره که طفل ما همراه بزرگترها بشینن و یه برنامه ها رو نگاه کنن، درست، که مناسب سنشان هم نیست. درست. پس یکی از راهاش این که از دسترسشون دور نگه داریم، پیشگیری کنیم. دو کاری که ما میتونیم پیشگیری کنیم، گاهی وقت هست ما بزرگترها یه رفتارهای رو انجام میدیم و نمیخوایم که طفل ما اون رفتار رو یاد بگیره، میدانیم که برای طفل خطرناک است، حتی برای خود ما هم خطرناک هستش. مثلا ممکنه که بعد از غذا پدر دراز کشیده و میخواد گوشای خودش رو پاک کنه و دنبال پینک میگرده که گوشای خود امرای پینک پاک کنه. آه، این کار خطرناک است. و اون طفل بنا به اینکه گزاره تصویری رو میبینه، تصویر برداری میکنه رقم کامرا، یاد میگیره که من گوشای خود همراه پینک تمیز کنم. یا مادرش رو میبینه که کتری چاینک وقتی که داغ هست از سر اجاق گاز برمیداره همراه دستش برمیداره، یا دیگه غذا رو همراه دستش برمیداره. و این در ذهن کودک تداعی میشه که آه بله، پس من اگر بخوام که ظرف غذایی بردارم یا یک چیزی روی اجاق گاز بود یا بخاری بود دست بزنم، این خطرناک نیست. پس یکی از همین راه ها ایست که
پیشگیری کنیم با عملهای خود ما، عملهای خود ما و دیگه از هنرهایی که ما میتونیم به خرج بدیم که اینها رو ما آزاد بگذاریم، یا یعنی اینکه محدود کردنشون تو کارهای زشت چطور باشه. درست. کار خطرناک ما گفتیم کار زشت، مثلا میخواد نزدیک بشه به یکی یک چاقوی رو برداره، طفل ما در دو حال ممکنه قرار گرفته باشه، یا یعنی اینکه الان همین الان چاقو یا اون اتوی داغ نزدیکش هست و همین الان اگر من عاجل برخورد نکنم آسیب برش میرسه. اونجا ما باید بدون هیچ تعلل و بدون هیچ فاصله مانع کارش بشیم که به این خطر خودش رو نزدیک نکنم. اما یه وقت دیگه هست که فرصت هست، از اینجا تا اونجایی که کار خطرناک یا کار آسیبزا هست فرصت بر طفلمان هست، ما اونجا چطور برخورد کنیم. ببینید در اون موقعیت ما اول از همه با یه حالت عطوفت و مهربانی تا جایی که میشه باش برخورد میکنیم، میگیم که بچه دست نزن. وقتی که عطوفت و مهربانی دیدی که این همچنان داره میره به سمت کار خطرناک، به اون آتیش و به اون اتو دست میزنه، یا ترموز چای، به ترموز چای، گلاس استیل دست میزنه، اونجا بایستی که بعد از اینکه دیدیم با مهربانی جواب نداد، با یک کمی جدیت باش برخورد میکنیم. با جدیت به اینکه بچه جان دست نزن، دیگه یک کم از حالت ملاتفت دور میشه. بعد از جدیت اگر دیدیم باز هم جواب نداد، یک کمی از تندی استفاده میکنیم، زود باش دور شو از اونجا. بعد از اینکه یک کمی تندی برخورد کردیم، اگر دیدیم که همچنان این طفل ما مصر هستش، که گرچه اطفال ما وقتی سنشون کمه یک کمی تندی همراهشان داشته باشیم، دگریه میشن، دگریه میشن و اینکه آهسته میشن، ممکنه ترس بخورن، فرار کنن، یا یعنی اینکه گوش بدن، و در این حالت که ما تونستیم کنترل کنیم و اونها رو از اون کار زشتشون، از اون کار خطرناکشون، 3 دقیقه زیادتر فرصت نداریم، بله، از این کار خطرناکشون دور کنیم، بعد از اون سریعاً به سمت مهربانی و عاطفه ورزی به سمت اونها بریم. اینکه بگیم که بچه من خوش نداشتم که تو آسیب ببینیم. یا یگان وقتی میشه که من تبدیل میکنم کار رو به یه کار دیگری، مثلا اینکه بشقاب شیشه‌ای دستش هست، من همراهش مشارکت میکنم در بازی، میگم چه خوب بازی میکنی، بیا بریم در مابین آشپزخانه بازی کنیم، اونجا احتمال خطرش کمتره، یعنی از دیدگاه خود ما. ولی طفل وقتی باش هم بازی میکنی، با خودت میاد داخل آشپزخانه و اینکه احتمال اینکه شکستن و آسیبش کمتره و ظرف شیشه‌ای رو جابجا میکنی و ظرف پلاستیکی برش میدیم. حال ما نسبت به دو دقیقه دیگه انشاءالله کارهای زشتی که اطفال ما انجام میدن، سخن رکیکی که انجام میگه، یا رفتار ناسنجیده، ناسزایی که میده، میتونیم که حواسشون رو پرت کنیم. اینکه اگر ما سریع زوم بشیم رو رفتار او حساس میشه و میگه که خب پس من اگه بخوام که مادر توجهش رو جلب کنم، پس من این حرف رو بزنم که او توجه جلب کنه. اول از همه اینکه چشم پوشی کنیم، انگار که ما ندیدیم این رفتار رو. دومی که حواسش رو پرت کنیم، سریع به یک امر دیگه میگه بیا بریم بازی کنیم، و کم کم این رفتار زشت از دایره ذهنی طفل ما به دور میشه. بله. و بدل میشه به یک رفتار دیگه که خودمان داریم جهتش میدیم. و یک نکته دیگه خانم سجادی، که خود والدین رو باید مراقب باشن که به زبان نیارن. بله بله، همینطور هستش. بعضی وقتا ما باید ببینیم که این رفتار زشت ریشش از کجا برمیگرده. بعضی وقت ما بین دعوای والدین میبینی که یک عبارتی رو پدر متاسفانه یا مادر میگه، بچه میگه خب وقتی من هم عصبانی شدم، پس باید این حرف رو بزنه. گاهی وقتا مثلا اطفال ما گپ هم میزنه، والدین نالا زوره چیام میکنن، به حساب تشویق میکنن، خنده میکنن، میگه چه خوب شیرین و مقبول گپ میزنه، و این رفتار تقویت میشه روی طفل ما. بله. متاسفانه. پس نسبت به حالا بعضی وقت میگه که خب شما گفتین آزاد بذارید، این میخواهد که این طفل ما دیوار خط خطی کنه، میخواهد که قفسه کتابا رو پاره کنه، اینجا چی کنیم؟
این هنر آزاد گذاشتنه که ما مبحثش بسیار کلان هست، ما از هر کدامشون آنهایی که ضرورتر هست میگیم. برای این که طفل شما میخواهد که دیوارها رو خط خطی کنه، شما میتونید که کاغذهایی رو دیوار نصب کنید و طفلتون بزنید آزاد باشه و اون رفتار انجام بده. طفل وقتی یه خطی که خودش نقاشی میکشه احساس خیلی بهتری داره نسبت به اینکه یه گودی رو دکمش میزنه. یا یعنی اینکه نشریاتی که قبلا استفاده شده و دیگه ما استفاده نمی کنیم، روزنامه ها، اینها رو در دسترسش قرار بدیم و این نیازشون رو تامین کنیم. خانم سجادی، فکر می کنم این هنر آزاد ماندن بحث خوب است. می تونیم در هفته دیگه یک چند موردش بیان کنیم برای بیننده ما، چون دیگه فرصت نیست. یه اشاره خواهیم داشت ابتدای جلسه بعد. تشکر از حضور شما، از صحبت های بسیار خوبتان تشکر می کنیم و شما عزیزان بیننده که همراه ما بودین، از شما هم جان سپاس. امیدوار هستیم که در همه روزها همچنان با برنامه روشنا همگام و همراه باشین. خب خانم سجادی، از حضور شما هم خدافظی میکنیم و شما بیننده های محترمی که تا این لحظه همراه ما بودین، امیدوار هستم که همچنان با سعادتمندی و یک لبخند بسیار خوب و توکل بر خدا بیننده برنامه در روزهای آینده هم باشین. لحظات ملکوتی اذان به وقت کابل هم نزدیک هست. ما را دعای خیرتان فراموش نکنیم. خدا نگهدار. صلوات الله سلام الله.